روز آخر ماه ذی‌قعده سال روز شهادت امام جواد علیه السلام است. مرقد مطهر آن حضرت در کنار جد بزرگوارشان امام کاظم علیه السلام در کاظمین، زیارتگاه میلیون ها نفر از محبان اهل بیت علیهم السلام است. همکارم به همین مناسبت گزارشی تهیه نموده که در ادامه می‌بینیم. شهادت امام جواد علیه السلام در روز آخر ماه ذی‌القعده سال 220 هجری قمری در بغداد به دستور معتصم عباسی که از تأثیرگذاری آن حضرت بر مردم نگران بود، توسط ام فضل همسر ایشان و مهندسی جعفر پسر مأمون صورت گرفت. آیت الله العظمی شیرازی در یکی از نشست‌های علمی در رابطه با دلیل ابتلای برخی از معصومین علیهم السلام به همسران ناشایست فرمودند، در روایت آمده که قصه امام جواد با ام فضل و یا امام حسن مجتبی با جوده و حتی پیامبر اکرم با برخی از زوجاتشان تقدیر الهی و به عنوان قضای الهی بوده و جزئی از امتحان امت بوده است. معظم الله با اشاره به روایت مشهور امام رضا علیه السلام در رابطه با ولادت امام جواد علیه السلام که فرموده اند این مولودی است که برای شیعیان ما با برکت تر از او زاده نشده است، در تشریح آن فرمودند در زمان تمامی ائمه علیهم السلام اختلافهایی وجود داشته است که شدیدترین این اختلافها که موجب گمراهی تعدادی از شیعیان شد مربوط به داستان واقفیه بوده است. ایشان در ادامه فرمودند انحراف واقفیه با شهادت امام کاظم و امامت حضرت رضا آغاز گردید و در این دوره بسیاری از شیعیان معتقد شدند که امام کاظم از دنیا نرفتند و لذا امام رضا امام نیستند و تعداد زیادی از شیعیان به این نوع تفکر گرایش پیدا کردند، چرا که برخی از علمای بزرگ شیعه در آن زمان همچون علی ابن ابی حمزه بطائنی و زیاد ابن مروان قندی به واقفیه پیوستند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با توفیق امام جواد در برابر این گروه فرمودند امام جواد توانستند که واقفیه را در هم بشکنند و در چارچوب تشیع در میان ائمه علیهم السلام امام جواد علیه السلام بیش از همه برکت داشتند، چرا که توانستند این گمراهی بزرگ را از سر راه بردارند. معظم الله همچنین با اشاره به امتحان سخت شیعیان در این دوره فرمودند این یک امتحان بزرگ الهی بوده که حضرت امام جواد در سن 7 یا 8 سالگی به منصب امامت برسند و این امتحان سختی برای شیعیان بوده و همچون قصه غدیر با آنکه مسئله معروف و روشنی بوده اما عده‌ای با آن مخالفت کردند.